سلام چهارشنبه 8 اردیبهشت 95 27 اپریل 2016 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که 16 هزار فعال مدنی و سیاسی از ایران و سراسر دنیا نامه خطاب به آقای بانکیمون امضا کردن در اون خواستار آزادی دکتر امید کوکبی فیزیکدان زندانی شد رئیس و, و معاون دانشگاه تکساس هم که امید در اونجا پستاک میگذرونده در نامه‌ای به هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی امید کوکبی شدند اما سه روز نگار زندانی به محکومیت های از پنج سال تا ده سال محکوم شدند آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران به ده سال زندان احسان مازندرانی مدیر مسئول فرهیختگان به هفت سال زندان و سامان سفرزایی به پنج سال زندان محکوم شدند. ایسا سهرخیز روزنامه نگار سرشناس نفر چهارم است که دادگاهش به تعویق افتاده اما سازمان خبرنگاران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای به صدور این احکام اعتراض کرده خواستار آزادی روزنامه در بند شده جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه نگاران در دنیا سی و روزنامه نگار در زندان هستن و از بین 180 کشور دنیا برابر گزارش سال 2016 سازمان خبرنگاران بدون مرز رتبه 169 رو داره موضوع دوم اینکه کارخانه زریوار در استان کردستان تولید کننده ما و شعیر گازدار تعطیل شد و صد کارگر اون بیکار شدند دویست پنجاه کارگر قراردادی کارخانه پارتسرام در قرچک ورامین هم از کار بیکار شدند. کارخانه قند ورامین هم که یکی از قدیمیترین کارخانجات قند کشور هست بالکل تعطیل شد و دویست کارگر اون بیکار شدند. در استان کهگیلویه و بوی رحمت هم دویست نفر کارکنان مخابرات پنج ماهه که حقوق نگرفتن بیمشون هم پرداخت نشده دیروز جمعی از کارگران مقابل دفتر شرکت مخابرات در شهر یاسوج دست به تحسن اعتراضی زدند در استان خوزستان بعد از بارندگی های اخیر و به خصوص با باز کردن دریچه های صد برای اینکه صد سرریز شده بوده سیلی که به راه افتاده روستاهای حد فاصله اندیمشک تا شوش و اهواز رو در محاصره سیل قرار داده روستایان غیر از مشکلات از بین دفتن محصول و دام ها و گرفتاری ها و بیماری ها نگرانیشون هم این است که اکثرا بیمه محصولات و دام هاشون رو ندارند و دورنمای فقر هم پیش پای اونها زمین که یک هفته است که کسی هم جز هلال احمر و پاره ارگان ها به داد اونها نرسیده اما نامه کارگران یعنی نامه آقای روحانی ما گرسنه نیم که در اون راهکار اجرایی رو گذاشتند که اموال زیر نظر رهبری و سپاه و ارگان هایی که از رانت های حکومتی استفاده کردن ملی بشه و دولت به عنوان پشتوانه بیکاری و تضمین اشتغال موجود اون رو به کار بگیره شاید یکی از بهترین راهکارهایی است که میتواند هم از فساد گسترده در کشور جلوگیری کنه و هم اینکه امکان این, این فشار و فقر و فاقی رو که به کارگران کشور تحمیل میشه رو در واقع درمان کنه موضوع سوم این که سازمان امور مالیاتی کشور اسامی 1500 شرکت رو منتشر کرده که اکثرا شرکت های سوری هستند و کارشون صدور فاکتورهای فروش و سازی برای فرارهای مالیاتی بوده اما آقای علوی وزیر اطلاعات هم عنوان کرده که در خصوص خرید دو میلیارد دلار اوراق قرضه امریکا به دولت قبلی تذکر داده شده بود به خصوص بخش حقوقی وزارت خارجه به درستی منعکس کرده بوده که با تغییر اصلاحیه قانون در آمریکا برای اموال خارجی امکان توقیف این پول در حسابهای بانک امریکایی هست اما دولت قبلی گوش نکرده و این خواسته که این روزها مطرحه که بابت این محاکمه بشه خواسته ای بجاست محمد سعید العقیل تاجر ایرانی اماراتی است که اخیرا فوت کرده و دلال واسطه فروش نفت برای بنیاد تعاون ناجا و سپاه بوده که پول اونها هرگز بر نگشته و با فوت این تاجر ایرانی اماراتی امکان برگشتن این پول ها هم کمتره آقای جهانگیری معاون آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که هر ارگانی نفت رو گرفته و فروخته یک دلار اون رو پس نیاورده موضوع چهارم این که وزیر کشور عنوان کرده که هیئت نظارت اصفهان از سوی شورای نگهبان و پاره از اعضای هیئت اجرایی حاضر به امضای اعتبارنامه خانم مینو خالقی نشدند و به این ترتیب در واقع اعتبارنامه ای برایشون وجود نداره که به مجلس بدن ایشون گفته که شورای نگهبان رسما نامه نوشته و گفته ما چون نظارت استثوابی داریم بنابراین میتونیم حتی بعد از انتخاب مردم هم نماینده ای رو رد صلاحیت بکنیم موضوعی که در واقع ابطال رأی مردم هزاران بلکه میلیون ها رأی مردم و پایمال کردن حق مردم محسوب میشه وزارت کشور گفته این کار اشتباه بزرگ شورای نگهبانه و چون معخذ تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است از مجلس خواسته که در این موضوع اظهار نظر کنه در خصوص قانون انتخابات البته مأخذ تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان اما در خصوص اظهارات آقای حداد عادل که اخیرا حرفهای های بامزه زده در خصوص انتخابات جوکای زیادی ساخته شده و حرفهای جدی رو هم خود اصولگراها زدند در نقد آقای حداد به خصوص اون جایی که گفته مقامات دولتی در انتخابات اخیر دخالت کردند و پاره از سایت ها هم خود آقای حداد عادل رو از مسئولین باخت و شکست اصولگراها دانستند اما همین جوری که چند روز پیش هم عرض کردم این حرف های امثال آقای حداد و موحدی و کرمانی و دیگران زمین سازی احتمالا برای دور دوم انتخابات تا دست دولت رو کوتاه کنند و بتوانند با شورای نگهبان و نظارت اون و ابطال صندوق ها کاری که یک بار در مورد خود آقای حداد هم شده در واقع مهندسی کنند کرسی های باقی ماندن موضوع پنجم اینکه آقای ولایتی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مسلحت نظام و مشاور رهبری عنوان کرده که آقای بشار اسد دوره هفت ساله ریاست جمهوری شو باید به انتها برسونه این یعنی پنج سال دیگه هم ایشون رئیس جمهور باشه و به کشتار مردم بیگناه سوریه ادامه بده رئیس پارلمان ترکیه هم که از حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان هست عنوان کرده که چون ترکیه کشوری اسلامی است قانون اساسی باید دینی بشه و در واقع قانون اساسی سکولار ترکیه تغییر بکنه اما موضوع آخر اینکه جنبش عدالتخواه دانشجویی که از هواداران آقای احمدی نژاد هستند به تنز گفته جایزه ماله طلایی رو باید به آقای عراقچی داد که این روزها هر اشتباه وزارت خارجه ایران و آمریکا رو ماله میکشه سایت اینترنتی در ایران یک اسکناس پنجاه هزار تومانی رو گفته متبرک به دست رهبری شده رهبری به اون دست زده روشم یک مهر سبز زده که این متبرک به دست رهبری است و ده میلیون تومان به فروش رسونده این اسکناس تو. اما در استان هرمزگان سه نفر به اسم پلیس نامحسوس دزدی محسوس کردند و در جاده ماشین رو متوقف کردند سرنشینانش رو پیاده کردند ماشین رو دزدیدند یعنی هنوز پلیس نامحسوس راه نیفتاده دزدی محسوس ازش شکل گرفتند دکی سبت سهر نزدیک از تا فردا شاد پیروز با و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی